درود بر شما به افغانستان 1400 با من رشاد زریر از شبکه جهانی یک خوش آمدید. دیدار سران یوناما و ریاست الوزراء از مبارزه با مواد مخدر تا جایگاه افغانستان در سطح دنیا. کشت و استفاده همزمان و فراوان مواد مخدر از مسائل همیشگی در افغانستان و از نگرانی‌های جدی کشورهای جهان بود. در 3 سال گذشته اما امارت اسلامی که متعهد به مبارزه جدی با آن بود گویا به موفقیت رسیده و کشت و استفاده مواد مخدر به ویژه خشخاش بیش از 95% کاهش داشته است. به تازگی روزا اوتونبایوا رئیس هیئت معاونت سازمان ملل برای افغانستان در سفرش به کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء دیدار داشته و در پیوند به روند مبارزه با مواد مخدر گفتگو کردند و در این گفتگو همچنان یوناما ابراز کرده است که آماده دوام همکاری با افغانستان است. این در حالی است که رابطه امارت اسلامی و سازمان ملل طی 1 ماه اخیر گواه فراز و فرودهای بوده است. اما آیا پیشرفت در زمینه مبارزه با مواد مخدر می تواند به جایگاه افغانستان در نظام بین الملل کمک کند؟ در برنامه امشب به دنبال پاسخهای این پرسش خواهم گشت با حضور مهمانانم سیال وردک آگاه سیاسی در استیدیو و همچنان اسحاق اطمر آگاه روابط بین الملل که از آلمان از طریق اسکایپ حضور دارند. آقای وردک خوش آمدید به برنامه و فکر میکنید چرا آن که آمریکا و متحدانش ادعا می کردن و داعیشان مبارزه با مواد مخدر بود در 20 سال به موفقیت چندانی نرسیدند، اما امارت اسلامی ادعا می کنه در 3 سال به موفقیت چشمگیری رسیده؟ سلامون تاسو تا و محترم اتمر سبه تاسو برنامه طول و لیدون که و ریدون کتن غوارم چی دیونما در راپور پر اساس چی بی بی سی نشر کرده پا 2014 است که دی مواد مخدر رو پا اغماندی چی دا غوارم علا لیدون کو سر اولتا سر شیریک کما پا 2014 است که یونما یا راپور ورک چی مخ کلده چی امارت اسلامی تیره دوره پا افغانستان که حاکم شی پا افغانستان که 3400 هکتار از مکه مواد مخدر پا افغانستان که کیدل. کله چې امارت اسلامي ځنې سیمې ونیولې بیا دغه کچه 150 هکتار ځمکې ته راورسېدله. هغه ځمکې چې هغه ساحې د افغانستان چې د امارت اسلامي په لاس کې وي، یعنی هغه کچه تقریبا 2% په افغانستان کې راټې، دا 150 هکتار ځمکه چې هم کوکنار یا خشخاش کېدل هغه هم د دولت د تسلط لاندې وه. یو مسله بیا په 2010 کې یو ځانګړی مرکه کې احمد ضیا یاسین چې د تخار والی و په 2010 کې له بی بی سی سره یو ځانګړی مرکه کې ویلي چې دغه مواد مخدر د مخنیوي لپاره چې موږ ناکام واستو چې تقریبا له 2001 تر 2021 پورې چې امریکا او سره د ملګرو ملتونو متحدین په افغانستان کې وو تقریبا 6 میلیارد ډالر د دغه مبارزې لپاره دوی مصرف کړي وو. 6 میلیارد ډالر مصرف کړي وو، خو ضیا یاسین ویلي چې موږ 3 فکتوره درلودل، 3 علتونه وو چې موږ نسو کولی د مواد مخدر د مخنیوي لپاره مبارزه وکړو. چه علتهایی بوده؟ اول وای خپله وکیلان چې په پارلمان کې وو په دغه مواد مخدر په تجارتو کې سره د نړیوالو شریکو، دوم د دغه مواد مخدر لپاره ځانګړې قوه موږ درلودله چې د انتقال او د هغه لپاره کار کوو، دریم په خپله وزیر صاحبان چې په کابینه د تیر جمهوریت کې وو دا هم په دې منډې اغوښته وو او مواد مخدر انتقال مختلف ولایتونو ته و حتی له هیوادونو سره دوی تجارت. دا د احمد ضیا یاسین راپور ده چې په 2010 کې د ځانګړې مرکه کې له بی بی سي سره ویلې. تاسو کتلی سئ چې د ځانګړې مرکه بی بی سي وګورئ، دغه راپور پکې نشر شوی دی. دولت گذشته هر څه قواش خودش نقش داشته دی؟ بالکل بالکل نقش درلوده، ځکه د مواد مخدر مصارف معتادین
کښت، تجارت، تولیدات، هر څه، هر کال به چې مونږ راپور ورکو، ملګرو ملتونه به راپور ورکو، یا به په خپل هغه رئیس جمهور چې کانګریس ته راپور به ورکوو، هر کال به زمونږ دا څلور فکتوره هم به معتادین زیاتېدل، هم به کښت زیاتېده، هم به د تجارت زیاتې، هم به تولیدات زیاتېدل. ځکه هغه دا درې علت ښودلي وو چې مونږ دغه درې اوس به د دولت په دې کې دخیل دي، ځکه مونږ نشو کولی د دغه مخنیوی وکړو. و شما موافق هستین با این دلایلش که گفتن؟ بلکل. گوری تو چی نظام په خپل چارواکی په دغه سی هغه پیسې چې واقعا د نړۍ په سطحه په دغه تجارت کې غزاف پیسې دي، زیات لاسته راوړنې دي د تجارانو لپاره، څو چې نظام پکې دخیل نه اوسیږي، مواد مخطر، مونږ غریب خلک څوک نشي کولی چې دا تجارت. سازمان ملل و کشورهای متحده آمریکا چی میکردن که دولت افغانستان اینچنین روی کرده داشت؟ ګوري که چیرته مونږ سازمان ملل بحث کوو چې په 2003 که په 2002 کې په افغانستان کې د یو سیاسي نمایندګۍ په توګه په افغانستان کې پرانیستل سو، ګوري په نړۍ کې د کپیټالیزم مفکوره یا د کپیټالیزم ایدیولوژي چې مونږ ورته یا د سرمایداري نظام ښه بحث چې مونږ کوو، ګوري دغه سازمان ملل د همغه ارزښتونو، مفاهیمو او عقایدو لپاره په نړۍ کې مبارزه کوي. دقیقه. ګوري یو علت یې دا ده چې سرمایداري نظام کې چې ته په هر قسم پیسې راوړې، په مشروع، په غیر مشروع، ورسې تاسو په دنیا کې وګورئ، په شرابخانو، په نایټ کلبونو، په تجارت، حتی د جو بایډن زوی ده اوس چې په امریکا کې د رئیس جمهور زوی ده، دا اوس په قاچاق کې د اسلحو په قاچاق کې تورن نه ده، آیا محکمې ته یې نه ده معرفي کړی چې دا خپله قاچاق کوي؟ یعنی په سرمایداري نظامونو کې هدف دا ده چې مونږ پیسې لاسته راوړو، مشروع غیر مشروع په هغه کې هغه نه ده. ولې په اسلامي نظامونو کې ده یا په دغه اسلامي ایدیولوژي عقایدو کې چې ده، مونږ مشروع غیر مشروع لارې لرو، هغه څه چې مونږ لاسره و هغه باید د اسلام له احکامو، له دین، له ارزښتونو سره باید په ټکر کې نه اوسیږي. مونږ نسو کولی چې پیسې دې د بیادبي دې مافي شرابخانه جوړه کړو، مونږ د عاید ولرو، نیټ کلب دې جوړ کړو، مونږ عاید. یعنی دا د دواړو دیدګاو ترمنځ، دغه دواړه ایدیولوژي، اسلامی او کپیټالیزم یا سرمایه، دا ډیر غټ تفاوت ده. او تر اوسه پورې چې مونږ نړیوالو سره هغه اهداف، هغه تعامل، هغه ته نه رسیدلو، یوازینی علت هم دا دی. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برخواهیم گشت. جناب آقای حتمر، نگاه شما چیز به این پدیده؟ چرا مبارزه با مواد مخدر در سالهای گذشته موفق نبوده اما حالا به موفقیت انجامیده؟ تشکر زریف صاحب. سلام بر شما، برای مهمان گرامی شما، آقای وردک و همکارای تکنیکی و بیننده‌های محترم. مسئله کشت و زر خشخاش یک پدیده بسیار سابق از افغانستان، از جایی که ما یاد دارم این همیشه مشکل دولت ها بوده. تا یک زمان هم ای در زمان های بسیار گذاشته، مثلا در زمان صدارت داوود خان و بعدش هم در زمان ریاست جمهوری داوود خان جلو ازی گرفته شده بود، شخصا خیلی مخالف بود با کشت کوکنار. ولی اگر ما عوامل زیر مطالعه بکنیم، ببینیم این ریشه در فقر اقتصادی مردم داره که مردم بالاخره مجبور میشن که دست به کشت امو محصولات غیر شرعی و اسلامی بزنن، به خاطر به دست آوردن یک رقم بیشتری پول. ای که جناب وردک صاحب بسیار خوب توضیحات دادن، در طول 20 سال گذشته که دولت گذشته خودش عامل بوده، ما هم به می مسئله میایم. بر علاوه که دولت گذشته عامل ازی بوده، اما پارتنرهای خارجی هم از این یکی از اینا دوست بودن و اینا خودشان در این ترافیک شامل بودن. منظورتان از امریکا و متحدانش هست؟ یقیناً، بله، ناتو و امریکا و انگلیس. ای کل از اینا شبکه های بسیار کلان مافیایی در اینجا کار میکردن.
و این محصول از سال 2001 که به 100 تن می رسید تا ختم سال 2020 این به 14,000 تن رسید و این بیشتر هم از مناطق هلمند و رزگان و قندار یعنی جنوب غرب افغانستان این به دست آمد و این مناطق هم به دست نیروهای امریکایی، انگلیس و بعض استرالیا و بعض کشورهای دیگه بودن. بر ترتیبش تنها تولید مسئله مهم نیست، یعنی زمانی که یک دهقان مجبور میشه که از نظر اقتصادی با زراعت کوکنار تن بده و در فکر از این است که چطور میتونه پول زیاد به دست بیاره. ولی دهقان امروز حتی امکان داره مجبورتر هم باشم. یقینا من امیرا میخواستم عرض کنم دهقان امروز هم کسایی که میکنن اینا از شدت فقر همی کار را میکنن. هیچ کس خوش نداره. افغانستان کشور اسلامی است، از نظر عقیده اسلامی مردم یعنی مردم عام خوش ندارن، اما زمانی که دوچار فقر میشن، دوچار تنگ دستی میشن، دیگه چاره بر خود نمیبینن، دست به کشت کوکنار میزنن. با وجودی که معمولا از طرف نظام ها گفته شده که کوکنارشان اینا از بین میبرن و ایره نابود میکنن و همونطورم شده در بعضی حالات، ولی بدیل ازی برشان در نظر گرفته نشده. از یک طرف ارزمایی بود که خود همون نیروهای خارجی در این قاچاق شامل بودن. دویی که اما سازمان ملل چی؟ در این میان سازمان ملل باید بیطرف میبود. نگاهتان چی است؟ نه، سازمان ملل یک محصه جداگانه است. نظارت نداشت بر قضایا؟ نه، در این سازمان ملل شامل نیست. در این نیروهای امریکایی، انگلیس و بعضی از قدرتمندا و یا ابر قدرت هایی که اینا در قاچاق و ترافیک مواد مخدر دست داشتن. بیشتر وردک صاحب گفت نام گرفتنش خوب نیست، لیکن همو وزیرا، اعضای پارلمان، قماندان های بزرگ، والیا، همه ایشان با شواهد برتان گفته میتونم که دی قاچاق اینا سهم خود داشتن. اینا لی گب سر ازیست که اگر مبارزه ما صادقانه باشه، ما باید سر ازی فکر بکنیم که چطور میتونیم دهقان کمک بکنیم. درست. که البته کمک دهقان یک پالیسی که ملل متحد داشته و این پالیسی غلط بوده که من آلی هم به این باور هستم که اگر ما به این پالیسی ادامه بیتیم بازم رای غلط را رفتیم و این بارت از دادن پول به دهقان بود. یعنی نباید که کار حکومت های گذاشته و یا ملل متحد یا ارگان های دیگه این کار را میکنن. تشکر. بلکه ما ها اجازه بتونم این جمله ما ختم کنم که به می ارتباط داره، بلکه ما راههایی که چطور میتونیم یک دهقان در بخش زراعتش کمک بکنیم، تایی تخمای اصلاح شده، سیستم آبیاری خوب، به اصطلاح دادن مشوره های لازم برای کشتای بدیل در اوقات مختلف برای دهقان و جور کردن سیستم های آبیاری و ذخایر آبی، اینی چیزا است که دهقانا میتونستن که شیوه زراعت خود تقویه بکنن و سپاس. از کشت کوکنار هم دست داشت بردارن. سپاسگزارتان. آقای وردک، فکر میکنید حالا که عواملی که در گذشته سبب گسترش این پدیده شوم در افغانستان بوده و کاهش یافته، حالا این در جایگاه افغانستان در نظام بین الملل چه اثری میتونه داشته باشه؟ از ما په نظر ګوري زنی شیان چې دی هیوادونو د سیمې په نړیواله سطحه دا مشترک شیان دی، لکه د تروریزم په مقابل کې مبارزه، د مواد مخدر په مقابل کې مبارزه، یا نور هغه
بانکی سیستمونه او تجارتونه چې دا یو بل ته د اړتیا او په هغه کې ضرورت چې موږ یو بل سره همکاری وکړو. اما شما واقعا مر اشاره کردید که از تجارت این حتی کشورهای خارجی سود برده. بالکل ګوري په مغه هغه کې کته سو راپور کې ګوري تقریبا 9 میلیونه انسانان د مواد مخدر په معتادین یعنی په مواد مخدر باندې اغوشتل په نړیواله سطح مغه راپور کې راغی او بیا یو 1.2 میلیارد د ډالر تنه هغه تجاران چې لوکل تجاران دی هغه ته رسیږي نور یو شپېته که څو شپېته میلیارد ډالر دا نړیوالو تجارانو ته دا مفاد رسیږي. دا په دې معنا ده چې هغه مفاد چې له دغه مواد مخدر له تجاران نه ترلاسه کړي هغه نړیوال دی. نو چې یو څوک تجارت کوي خامخا خپلې ګټې منافع او دی پکې مستقیم او غیر مستقیم په دغه کار کې دخیل ده. نو ځکه ګوري دا ډېرې ادویجاتو کې هم په نړیواله سطحه استفاده کیږي ځکه دا کار او بیا همغه راپور کې ویلي کله چې دغه کچه امارت اسلامي یو دم راټیټه کړه حتی نړیوالو په دې باندې اعتراض وکړو چې دا کچه باید تاسو یو دم نوی راکته کړي ځکه چې دا په نړیوال مارکیټ باندې مستقیم اغیز ودرلود. دوی بیرته اعتراض هم بیا همغه باندې یو مسله زه وایم که چیرته واقعا سازمان ملل او نړیوال غواړي په دې برخه کې د منطقي سیمې سره همکاري وکړي له افغانستان سره همکاري وکړي چې موږ څنګه کولی سو دغه پدیده چې دا محو کو په افغانستان کې څو مستقیمه لارې موږ لرو. یو خو هغه څوک چې غواړي دغه هغه وکړي دا کرکیله د مواد مخدر وکړي اجازه بتین این راه ها را بعدا بررسی بکنیم که بحث عمیقی است. بیننده های عزیز میان برنامه کوتاه داریم دوباره برخواهیم گشت. سلام مجدد. حالا آقای وردک ادامه بتین چی راه های را شما برمی شما رو دید؟ زمان ما حقا چوک چی مثال دهاقین دی چی پا دقیق غواری چی دی اخپل اقا معیشت اخپل دی اولادون اخپل کورنی ضرورتون دی مواد مخدر پا وسیله غواری چی اقا رفع کی اقتصادی ضرورتون لری ده سر باید منگا پا بدیل لارو مندی یعنی هغه څه چې دای کری منګه یو بدیل لار لکه زعفران چې منګه ورته هغه کو لکه انګ چې منګه ورته وای دی د کخ کول یا نور زراعتي هغه چې دي ته محصولات چې دي هغه وکړل چې دا به تر ده چې منګه ورته زمينه مساید کول دوی سره مالی امکانات ورته برابر کو دا یو خل اره چې تر سو منګه دا تولیدات په هغه کې ورک او دومه برنامه دادن پول شما هم موافق هستین که درست نیست؟ مستقیما نه مستقیما ګوره دا پیسې چې موږ چارته ورکو دغه پیسې د فتن انسانانو نه له لاسه یوځي خپل زرته ولې کومګه په بدیل لار باندې کار وکړو چې هم دې دغه مشکلات رفسي هم د ته اوایید دوامدار توګه باندې ولرو چې دا بیا وروسته له څو مودې نه بیا په دغه سی هغه باندې ککړ نسی. دا مهمه خبره بل دولت کولای سي چې دغه لار باندې کار وکړي له نړیوال سره نړیوالو نه مرستې وغواړي ورسره ماهنګي وکړي په مختلفو لارو کې موږ نو کولی سو چې د نړۍ په همکاري د نړۍ په همکاري د منطقې په همکاري سیمه ییز همغږي رامنځته سي نو په دغه کې هم د قچاق مخه نیول کیږي او دلته هم د تولید مخه نیول کیږي. اما اراده جهانیان و سازمان ملل را چطور امروز ارزیابی میکنید؟ هم شما و هم آقای اطمر اشاره کردید که حتی جهان و سازمان ملل ارادهشون صاف نبوده در امر مبارزه و شما یک نکته جالب هم اشاره کردید که گفتید که حتی اعتراض کردن به یک بارگی قطع شدنش. حالا فکر میکنید اراده امروز چگونه هست؟ وس زما په نظر حالت خو په افغانستان کې ګوري خارجي عناصر موجودو خارجي مداخلات موجودو نظام نسو کولای په مستقیمه توګه تصمیم گیری وکي خامخا به یا ملګرو نه یا متحدینو نه یا امریکان یا سازمان ملل لپاره برخه کې دوی امروز نیست ولی نن چې دا یو مستقله اداره ده یو واحده قمانده موجوده ده یو فرمان ټول افغانستان باندې تسلط او صلاحیتونه موجود لري یعنی یو فرمان ورکو موږ په ټول افغانستان کې کولی سو هغه څه چې مخنیوی کوو دغه تطبیق شي او په مقابل لوري په هغه کې چې موږ فرمان ورکو د دغه فرمان د تطبیق لپاره د دې تعقیب لپاره موږ یو کمیسیون لرو تعقیب فرامین امیرالمومنین
یعنی دا څه عوامل چې دي دوی کولای سي چې دغه پدیده له افغانستان نه محو کې او له بینه ویسي. ولی دلته اراده واقعا په امارت اسلامي کې موجوده ده، مهمه ده. ولی ملګری ملتونه چې دي دغه خبرې چې کوي د مواد مخدر، د تروریزم، د بشر د حقوق، د مکتب، د پانتون، دغه ګوري د ابزار په توګه غواړي چې نړیوال په افغانستان باندې یا په اوسني نظام باندې فشار راوړي. دا ګوري او بیا دغه ورته حالت کې ګوري نړیوال غواړي چې د افغانستان معضله د دوحې د فارمټ له لارې حل کړي. ولې د منطقي یا د سیمه ییز قدرتونه کوشش کوي چې د فارمټ د مسکو د فارمټ له لارې دا مسله حل کړي؟ ګوري که تاسو په دغه ایران کې چې د فارمټ مسکو غونډه وه، روسی ویلی چې منګه له افغانستان سره په دغه مواد مخدر تروریزم کې دغه کې غواړو همکاري ورسره وکړو، همغږي ورسره ولر تر څو په دې کې مبارزه وسی. او داغل ولې کله چې بیا د دوحي غونډه راوړاندې شو، وی ویلی چې افغانستان نه د مواد مخدر د تروریزم خطر موږ ته متوجه ده. کله چې دوی خبره راسي همکاري کې، کله چې د امریکا مو د غونډو د ناستو موقع راسي، بیا وای موږ ته دغه مواد دغه عناصر نه موږ ته خطر. پس فکر میکنید هنوز بحث دو قطب است؟ دو قطب یو بحث خو دو قطب ده، بل د افغانستان دغه جغرافیه یا دغه منطقه چې د افغانستان د په نړیواله سطح دیر رقابت موضوع گرزیدلی. تشکر برمیگردم به شما. آقای حتمر، این که از مواد معاهدات دوحه هم بوده، مبارزه با هراس افغانی، مبارزه با مواد مخدر و بحث حقوق بشر، که امارت اسلامی در این دو بخش واقعا موفق قلمداد میشه از طرف بیشترینه، اما شما فکر میکنید آنچه که سازمان ملل و کشورهای جهان در مورد این سه مورد میگن بهانه هایشان است، آنگونه که آقای وردک میگه، یا واقعا اراده دارن براش؟ ببینید، ما باید واقعیت ها را بگوییم. مبارزه طالبا دهی سی سال در قسمت قاچاق مواد مخدر و یا ای که کاهش کشت و زر کوکنار و یا جمهوری معتادین یک دستاورد بسیار بالاست، قابل توصیف است، قابل قدر است. درست. حکومت های گذشته را شما دیدین که اونا با امو امکاناتی که اینا به دست داشتن امی توانمندی را حاصل نکردن که حداقل امی معتادین از شهرها اینا جمعواری بکنن، به خاطر از اینکه اونمو شبکه های امنیتی که در این وقت بود اونا خودشان امو توزیع مواد مخدر در بین نمی معتادین زیاد ساخته بودن و هر از گاه هر روز ای را اینا توزیع می کردن. بر صورتش ای قابل قدر است. من فکر می کنم که در این قسمت امارت اسلامی صاحب کردیت های خوب است. و همچنان فکر می کنید در امر مبارزه با هراس افغانی و تروریسم هم؟ خب، من سر از او فعلا بحث نمی کنم، برای از اینکه زوایای پت و پنهانش بسیار زیاد است. درست. ولی من چیز دیگر را می خواهم که عرض میکنم. بفرمایید. اینا این می تانه سبب همکاری بین حکومت طالبا و جامعه جهانی باشه. من فکر می کنم جامعه جهانی و سازمان های که اونا در این بخش مثلا فعال هستن، اینجا باید دیپلماسی خود طالبا طوری باشه که ایرا یک نقطه وصل همکاری با دنیا دریابن. عرض پیشتر می بود اینا حکومت طالبا ای توانمندی را نداره که اینا سیستمای آبیاری را برای دهقانایی که اینا مجبور میشن کوکنار بکارن ایره برشان آماده رسن. از چه لحاظی توانمندی را نداره؟ از لحاظ بودیجه‌ای، از لحاظ ارادی، از لحاظ تخصص؟ از لحاظ بودیجه‌ای، از لحاظ پول. درست. این حالی من که عرض کردم خدمت شما که این نقطه اتصال و همکاری میتانه با جان باشه ایست که اینا پروپوزال های بسیار معقول به جامعه جهانی باید بتکه برادن. ما سعیست که کشت کوکنار کم کردیم، ولیکن دهقان ما محاصلی که برمیداره از دیگه فصل با او زندگیش را کفایت نمی کنه، برای که آب نیست، برای که تخم اصلاح شده نیست، برای که کود کیمیایی نیست. اینالی
اینی سیستما را به دنیا که دی افغان ها مخصوصا که دی دیاقین کمک کنند و خواهد کرد به نظر شما؟ چرا نه؟ اگر ما پیشنهادات معقول ببینیم، ما در این بخش زیاد سابقه کاری دارم، یعنی دنیا به هیچ چیز شما دی نمیگه و نه هم گفته میتونه، یعنی نه گفته نمیتونه بهتون، به شرط از اینکه شما یک پیشنهاد معقول داشته باشید. من به خاطر دارم زمانی که آقای کرزی رئیس جمهور بود، اینا سفر تقریبا اولیشان به ژاپن بود یا دومیشان به ژاپن بود، و در ژاپن اینا یک تقاضا کردن از جامعه جهانی که افغانستان محتاج کمک است. ما 95% مردم ما از فقر نان چای میخورن، این گپش به یادم است. و اونم وقت بود که جامعه جهانی آماده شد که براتون ما کمک میکنیم هر چیزی که شما بخواید، ولیکن شما یک پیشنهاد معقول بر مصرف همی کمک های ما باید بتین. بر پیشنهاد شما به امارت اسلامی چی است که چه کار بکنه برای پر کردن همین خلا؟ اینا باید پیشنهادات معقول طرح کنن. ایتونه ای که یک چیزی هوایی باشه که اگر ما را میتی بته اگر نمیتی پروایت نداریم، این کار درست نیست. وقتی که شما از بانک جهانی میگیرین، وقتی که از ملل متحد میگیرین، وقتی که از دیگه سازمان های بزرگ میگیرین، وقتی از بانک آسیایی میگیرین، این کمک ها روی دلایل پرداخته میشه. شاید شما بسحق باشید، ولیکن طرز خواستن شما درست نیست. از خاطر است که اونا نمیتونه شما را کمک کنه به او میاراتی که اونا دارن، اگر شما بخواین بر شما کمک میشه. این حالی مربوط به خود نظام یا حکومت طالبان است که پول چه قسم اینا پروپوزالش را بسازن که چه قسم مصرف میکنن، در این مسئله که مسائل نظارتش چه قسم باشه، مسئله توزیعش چه قسم باشه. همین سیستم هایی که خدمت شما عرض کردم که سیستم آبیاری، مثلا سیستم بند و آبگردان ها درست دقیقا مرتبط به همین بحث شما. امارات اسلامی اخیرا گفته که کشور ژاپن 10 میلیون دلار کمک خواهد کرد و این کمک های جدای از سازمان ملل کمک های دیگر کشورها میتونه جمع بندی و تدوین شود در این راستا؟ چرا نه؟ ببینید، ژاپن کشور است که بدون در نظر داشت مسائل سیاسی کمک میکنه، و کمک ژاپن، من خودم از ژاپن به اصطلاح نظر به پروپوزال که به حکومت ژاپن دمو وقت در سال 2007 ما داده بودم، یعنی به یک بخش یک برنامه در بخش آموزشیش 5 میلیون دلار ژاپن برای ما کمک کرد، یعنی در اون وقت یک پول بسیار زیاد بود. و به می ترتیب اگر شما معقول و با یک منطق مستدلل اینوی پروپوزال هایتان رو بتین به ژاپن، به دیگر کشورها، به سازمان های بین المللی، ما یقین دارم که به این قسمت حکومت و مردم کمک میکنه. ولی دلیلش نمیست که شما او را سیاسی نسازید، شما بسیار مسلکی، تخنیکی اما پروپوزال هایتان رو بسازید و دلیل بگوین اما میکانیزمی که در این پیشنهاد سازی صورت میگیرن و در نظر داشته باشن، بقیم که این کمک و این پول به افغانستان میره. خیلی ممنون آقای وردک. پیشنهاد شما چیز به امارت اسلامی؟ اول بید در دو جزء پرسش ما پاسخ بپردازین. یکی پیشنهادتان به سازمان ملل و جهان چیست؟ یکی پیشنهادتان به امارات اسلامی چیست در این راستا؟ زمان ما که چیرتا ملگری ملتونو واقعا غواردی چی پده برخه که یو خوشوار ده یو عمل ده، که چیرتا غواردی واقعا کارو که هر چی امارات اسلامی تا ضرورت بی پده سیمه که دی امنیت لپاره، دی سوکالی لپاره، دی مواد مخدر و دی تروریزم، دی محوه کولو لپاره امارات اسلامی تا چی چی ضرورت که مالی برخه که، که تخصص برخه که، که دی مشوری پا برخه که باید در سرم کاریو که. او امارت اسلامی ګوري یو شی په اوربینګ یا اشیبانګ یا نړیوال چې موږ وایو ورته
منګه پروپوزل چې کله لیکو باید دغوی د معیارونو مطابق باید وشي، یعنی د نړیوالو اصولو مطابق منګه باید هغه میکانیزم یا پروپوزل یا پیشنهاد ورته جوړ کړو. که چیرته دغوی د معیارونو دغوی د اصولو مطابق دغه پیشنهاد یا پروپوزل مطابقت ونه لري، نړیوال هیڅکله نه غواړي چې له موږ سره مرسته وکړي. ظرفیت ساخت یک چون پروپوزل هست نرمه بالکل امارت اسلامي ته پکار ده په دې برخه کې، هغه څوک چې په دې برخه کې تجربه لري، تخصص لري، کدرونه دي او په دې برخه کې کافی اندازه کار کړی، هغوی کولی سي چې په ډېره اسانه توګه دغه پروزه پروپوزل ورته تهیه کړي آماده کړي. بالکل شته دي، په خپله په بهرنیو چارو وزارت کې شته دي، په اقتصاد کې شته. موږ ګوري موږ کله د تخصص بحث کوو دا په ټولو ادارو کې داسې نه ده چې افغانستان نه ټول خلک ووتل هېڅ خبره نشته، ولې په افغانستان کې زه په زرګونه کسان پیژنم چې تخصص لري، په ادارو کې کار کوي، زموږ نږدې ملګري دي. په دغه امارت اسلامي دا اداره چې ده دا په تخصص دا اوس هم روانه کړې ده، یعنی که چیرته ټول وتې وای امارت اسلامي ته پاتې وای زه فکر نه کوم دا سیستم دسې روان شوی. گفتید که ظرفیت ها برای ساخت پروپوزل ها و اینا در داخل هست، نگاهی هم به بیرون بندازید. نو دغه هغه چې کله موږ ورته آماده کوو بیا هغوی دا بررسي کوي، ارزیابي کوي پروپوزل مطابق د تا د غوښتنو مطابق هغه کومه کافي اندازه چې تا غوښتنه هغه مطابق دوی تصمیم نیسي، ځکه دا خو د مختلفو اعضاو نه جوړ شوی سازمانونه دي، بانکونه دي، بیا هغوی مشوره کوي تصمیم نیسي چې په دې برخه کې واقعا اوس شرایطو ته په کتو سره دا لازمه ده چې موږ ورسره همکاري وکړو. ولې متقابل لوری که شعارونه ورکوي لکه شل کلنه که چې په ټیلو برخو کې شعارونه، ولې په عمل کې موږ هغه کار چې په کافي اندازه په افغانستان کې شوی وای نه اوس وای اوس هغه کارونه شعار نه باید تیر شي، عمل ته راسي، په عمل کې واقعا په افغانستان سره مرسته کومکونه وکړي. زه فکر کوم دا ستونزه حل کېدای شي. میریم به سمت جمع‌بندی و از یک پرسش متفاوتین که رابطه سازمان ملل و امارت اسلامی در ماه اخیر پستی ها و بلندی های را تجربه کرده. دیدیم که آقای بنت ممنوع دخول شد، دیدیم که ابراز نگرانی های شد، اما وزارت امر به معروف گفت که دیگر با سازمان ملل همکاری نمی کنم و قرار است نماینده جدیدی سازمان ملل تعیین کنه. اینها در آینده رابطه افغانستان با سازمان ملل چه است؟ ما گوری اول بحث کیول چې دی افغانستان او د نړیوالو ترمنځ یو ایدئولوژیک هغه د بحث دا او فرق هم دا ده. او بل د کرزي په وخت کې مغه د ملګرو ملتونو یو نماینده و نه پوهیږم که ډیپلومات نو چې دی افغانستان په انتخاباتو کې ډیره د عبدالله او د کرزي په مقابل کې ډیره مداخله کول، هغه هم کرزي له افغانستان نه اخراج کې ویل، یعنی دا د دولت صلاحیتونه او مکلفیتونه دي چې هغه څوک چې د تا د عام فکر مطابق د تا د ارزښتونو تا د مفاهیم و عقایدو مطابق کار نه کوي او د تا د اسلامي نظام د تخریب و تخریش سبب ګرځي، هغه ته صلاحیت لري چې هغه له دیږي که دا بنیټ د ملګرو ملتونو نماینده ده هر څوک وي. ولې که موږ وایو چې اماهنګي تر دا واقعا موږ دا درې کلونو کې دغه سفر چې د امارت اسلامي آیا د امارت اسلامي په درې کلونو کې دا اوس چې کوم حالت روان ده دنه باید بهتره سوی وای، ځکه هغه صحیح نمایندګي په افغانستان کې هغه صحیح اماهنګي ونیسول، هغه د ټولنې د حقایق مطابق راپورونه نشل نسول په مختلفو برخو کې چې هله تیر نظامیان مړه سول وی ویشتل چې د حقوق بشر له باندې، یعنی هغه موارد ومن د عناصر ومن د بحث کېده چې هغه واقعا د نړۍ د امارت اسلامي ترمنځ هغه ناخوالی او فاصله رامنځته کول. ولی امارت اسلامي ځینې مشکلات ستونزې په خپل بطن کې په خپل چارواکو کې په ادارو کې موجود دي، ولی موږ بار بار ترې غوښتنه کړې چې باید ریفورم رامنځته سي، اصلاحات رامنځته سي. نو موږ کولی سو چې د افغانستان لپاره کار وکړو، د نظام لپاره، د نظام د بقا لپاره، تر څو ملت په نظام باندې راټول نه سي، د ملت غوښتنې ونه منل سي، پیشنهادونه ونه منل سي، ورسره مشورې په مختلفو ولایتونو کې په مرکز ونه سي، تر څو موږ یو هدف ته ونه رسیږو. زه فکر کوم دا رج مرج ملګري ملتونه خوشحال کاله په افغانستان کې موجود، ولې د افغانستان هغه
اول چې مراغلی تاسو راپورونه اقتصادي او ګوري د فقر او د بیوزلی او ګوري او سیبرته تلم هغه څوک چې رئیس جمهور د اشرف غنی د نابغه په توګه په نړیواله سطحه اول متفکر افغانستان ته راوړ ولی سیبرته هغه د نړیوالو په سطحه هغه غل معرفي یعنی ملګری ملتونو یو چان هم پاچا جوړی یا هم بیرته راخلی په ځمکه مننه نباسي دا د ملګرو ملتونو حیثیت ابرو ده چې افغانانو ته ورکړ دغه کافي تجربه مونږ د غنی په هغه باندې لرو چې مفکر راوسته او بیرته یې غل وښکل افغانستان. سپاسگزارتان هستم. و نتیجه گیری بحث خیلی کوتاه با جناب آقای اطمر این که جایگاه افغانستان در نظام بین الملل را از این منظر چطور پیش بینی میکنید؟ کمتر از یک دقیقه وقت داریم. تشکر از شما که اشاره میکنید. ببینید ما اگر منتظر از این باشیم که دنیا هر خواست ما را قبول میکنه و ما دنیا را مجبور بسازیم که ما را کمک کنه یک فکر غلط و نادرست است. درست. ما باید با جهان هم رابطی خوب داشته باشیم، هم تعامل خوب داشته باشیم، هم از یک منطق قوی برخوردار باشیم. ما در داخل کشور خود مشکلات زیاد داریم، ما نظام ما با مردم خود مشکلات زیاد داره و این چیزهای است که شهرت نظام و یا حکومت بی‌اعتبار می‌سازد، کم اهمیت می‌سازد. اما یک فیلسوف چینایی است، کنفیسیوس، او بگه اشتباه کل ما میکنیم ولی پافشاری روی اشتباه خیانت بزرگ است. ما نباید چیزهایی را که اشتباه کردیم سر از او حق و ناحق پافشاری کرده بریم. مسئله که ما در داخل با مردم خود داریم مسئله تعلیم است، مسئله علم است، مسئله دانش است، این مسئله یک نسل است. ما با دنیا هم امی مشکلات داریم و این مشکلات مثل که وردک صاحب گفت ضرورت داره که اینا در خود این مسائل به گفتمان بشینن و این را حل بکنن. این به نفع خود از اینا هم است، به نفع مردم افغانستان هم است، به نفع دنیا هم است. ممنون. خیلی ممنون از شما آقایان اسحاق اطمر، آگاه روابط بین الملل از آلمان که از طریق اسکایپ در برنامه بودید، و همچنان آقای سیال وردک، آگاه سیاسی در استودیو، و همچنان سپاسمند شما بیننده های عزیز که پای این برنامه 14 افغانستان 1400 نشسته بودید. تا برنامه فردا شام، خدا نگهدار.